بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان که بیننده برنامه احکام فقهی رمضان هستید. امیدوار هستم که در هر کجا تشریف دارید صحتمند باشید و الله متعال عبادات و طاعات ما و شما را در ایام بسیار متبرک و ماه خیر و ماه بهار قرآن بپذیره و قبول بکنه و وسیله سعادت مندی من و شما در دنیا و آخرت قرار بده. موضوعی که در این برنامه حضور شما مطرح میشه احکام فقهی رمضان نسبت به زنان است که اونها شیردهنده هستند، یعنی اطفال دارند و طفل دارند که شیرخوار مادر میبایست. یکی از وظایفی که به دوش داره اینه که طفل خود شیر بده و قاعدتا شیر مادر بهترین وسیله، بهترین مواد تغذیوی برای طفل میباشه که سبب رشد از او، سبب به اصطلاح سلامتی از او در همه جنبه ها و در همه ابعاد زندگی است. دین ما و شما هم که دین رحمت، دین شفقت، دین مهربانی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم در حدیث یکی از حالات که اجازه میدن شخص روزه رمضان که به عنوان یک فریضه محکم، یک فریضه لازم برای هر فرد مکلف که روزه بگیره و از جمله کسانی که اجازه دارن روزه خود افطار کنن، کسی است، خواهر است یا زن است که او شیردی هست، یعنی در ایام شیرخوارگی طفل خود هست که باید طفل خود شیر بده. اگر روزه بگیره که روزه گرفتن بر صحت خود از او ضرر برسانه یا ای که بر طفل از او ضرر برسانه، چون قاعدتا از غذایی که خود استفاده میکنه هم باید وجود خود از او تغذیه بشه و هم شیری تولید بشه که بتوانه برای طفل خود شیر بده. وقتی روزه ضرر برسانه یا شیر از او کم بکنه، به خود از او ضرر برسه یا به طفل از او ضرر برسه، شریعت اسلام اجازه ای داده به او که روزه خود افطار بکنه تا خود از او هم صحتمند باشه و هم طفل از او از شیر از او استفاده بکنه و بعد از این که باز تمام شد میتوانه که روزه خود به اصطلاح باز بعد از او روزه خود قضا بیاره.